آیا امید دانا، حواست باشه، دانا که نیستی که دیگه، امید شریفی. دانا به آدمی میگن که ذره عقل درست درمون داشته باشه، نه کسی که هنوزش لیسانسش هم نگرفته. شما که اول دوستان، اینایی که میگن که حضرت علی مشاوره داد واسه راضی بود، نه عزیز من، دقت بکنید، تمام اسنادی که هستش همه نشون میدن که آقا امیرالمومنین به هیچ وجه رضایت به این فتوحات نداشت، هیچ کدوم، چه در زمان ابوبکر، عمر، عثمان، هیچ کدومش. سندش هم براتون نشون میدم، نگاه بفرمایید، کاملا مشخصه و قبلا دربارش توضیح داده بودیم که اینها همش دروغه. هیچ وقت آقا امیرالمومنین اصلا کلا راضی به این فتوحات نبود، بارها و بارها یه چیزی رو صفحه گذاشته، میگه امام علی ابن ابی طالب رأی به رفتن او داد. ها عمر گفت من چی موندم از ماندن اعظم اعظم اینم نمیشه ماندن عزم ماندن دارم اینم نمیشه ولی و بعد عزم ماندن دارم، یعنی اراده ماندن دارم، اراده نه. و به علی رضی الله عنه پیشنهاد رفتن کرد و او ابا کرد. این یعنی چی؟ داره چی رو نشون میده؟ عمر گفت من آکه از من بودن دارم، عاشق این مخلوط عربی و فارسی خوند. یه علی رضی الله عنه رضی الله چی نه عربی من بگو من نمیدونم این چی، این چیزا محضا نفهمیدم تو چی گفتی، من فقط علی رضی الله عنه رو فهمیدم. گفت منظورش این بود که عمر به علی گفت بیا، ولی قبول نکرد علی که بیاد به جنگه. نگفته با تو، این نشون نمیده که با خود حمله مشکل داره علی، فقط نشون میده با این که خودش بیاد تو جنگ شمشیر بزنه گفته من نمیام. حالا این عنه چی درستش چجوری هست؟ رضی الله چی؟ رضی الله ان 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 اوکی، یعنی راضی باشه خدا ازش. آره اوکی. پس من باید آره. بچه ما همیشه میگفتیم علیه السلام، این رضی الله ان نداشتیم تا حالا. اوکی، اهل تسنن میگن رضی الله، تسنن اینو میگن. آره تسنن نمیگن سلام بدوش. اوکی اوکی، اعلام کرد، عملاً هم نشون داده، یعنی عملاً ایشون شمشیر غلاف صف اول جنگ بود تو زمان آقا رسول الله. ببینید سه تا فقط جنگ داخلی داره، بالاخره نهروان، صفین و جنگ جمل. این یه مغلطه بسیار بزرگیه که داره ایشون میکنه. خب برای اینکه اصلا دلیلش اون چیزی که دلیل این که سه تا جنگ داشون هم داخلی بود، به هیچ عنوان نمیتونه اینو ممکنه واقعا علی مثلا دوست نداشته جنگا، اینو من نمیدونم، ولی این که سه تا جنگ داشون هم داخلی، دلایلش با توجه به تاریخ اسلامی که الان ما داریم، حالا فارق از اینکه درسته یا غلطه، این شواهدی که ما داریم و اینا بهش استناد میکنن، دلیل این که علی سه تا جنگ داشت یه چیز دیگه است، مدیریت ضعیف علی توی سیاست بوده. دلیلش این بوده که از روز اول تمام داخلی‌ها رو با خودش دشمن کرد و یه روز خوش ندید تو خلافتش. اشتباه اولی که کرد روز اصلا اول خلافت علی با جنگ داخلی شروع شد، روزی که رفت برای کسایی که عثمان رو کشتن نماز جماعت خوند، پشت جلوشون ایستاد و دقیقا روز اولی که خلیفه شد و معاویه ازش خواست که یا چیز کنه، بنا به حکم پیغمبر قاتلین عثمان رو یا خودش محاکمه کنه یا صدات پرید. قدیل برسش که انگار معاویه خوندن و اینکه دقیقا همون کسایی که عثمان رو کشتن از علی خواستن خلیفه بشه و شد، اینجوری نشون داد که علی با قاتلین عثمان همدسته. و این کار، این بی سیاستی بزرگ علی باید شد تا روز آخرین روزی که کشته شد، حتی خب تا آخرین روز این بی سیاستی هاش باید شد جنگ داخلی داشته باشه. اگر نه این دلیل نمیشه که بگیم که چون خودش درگیرای جنگ داخلی بوده به خاطر بی سیاستیش. اون وقتی رفت سمت معاویه خلیفه کل چیز بود، علی خلیفه کل مملکت اسلامی بود، ولی رفت اونجا با یک جنگ بسیار اشتباه و باز با یک فرستادن ابو موسی اشعری یا اون صلح کردن خلافت یه منطقه رو از دست داد. بعدش رفت با زن پیامبر جنگید که باز خودش گفت اینها جنگ چیز بوده، برادران دینی ما بوده، که اونم باز ابتداش به خاطر همین قاتلین عثمان بود.
و میگم و باز با خوارج هم که اونم دقیقا جنگ داخلی بود که از بی سیاستیش بود که با پیروان خودش جنگید به جایی که با سیاست بتونه حل کنه و همه رو بیاره زیر پرچمش. بعد اینا هم یارو داره دل میاره اصلا کل کلن علی بدترین از آخه در بیعت بوده. حالا جالبیش اینه که با ما علی دقیقا بگو دیلی داره صدا خیلی دیلی داره بگو فکر کنم برو بیرون دیلی داره. نه دیلی ندارم ساکت شدم. میدونم ساکت شدی ولی دیر فهمیدی که من دارم حرف میزنم. حالا باش چیزه ببخش من داشتم میگفتم که چیز علی از چهار تا خلیفه واقعا بدترینش بوده. یعنی ما یه صلح و ثباتی داشتیم در زمان سه تا خلیفه اول، همه چی داشته خوب رشد میکرده، جهان اسلام داشت امپراتوری اسلام داشت بزرگ و بزرگتر میشد، همه متحد بودن به نظر میرسه. بعد علی که اومد همه چی ریخ به هم، همه علیه هم افتادن. مسلمان‌ها به جای اینکه برن علیه دشمناشون بجنگن علیه خودشون شروع کردن جنگیدن و کلی جنگ داخلی بود. بعدم که علی مرد دوباره صلح شد، همه چی دوباره ثبات و امنیت و اینا همه چی برگشت. یعنی معاویه که حکومت گرفته استش دوباره همه چی برگشت به نرمال و رشد اقتصادی و ثبات و امنیت. بهترینشون معاویه بود نه آرمین؟ آره به نظر مرس برسی داستانه مرسیم سیاست مدارترینش و بهترینش معاویه بود. و اگه حسین قرار بود چیزی مثل علی باشه، خب شاید یزید بگیم کار خوبی کرد نه؟ یعنی به نفع، یعنی از لحاظ بهزیستی برای جامعه یزید خوب کاری کرد که رفت حسین. حسین خیلی بدتر بود آرمین، یعنی کارهایی که حسین ابن علی میکرد اصلا علی نمیکرد. این که مثلا داشت یه مالی، ببین علی با خلیفه در بیعت بود، مشورت میداد به خلیفه، آروم بود، ولی مثلا حسین میگرفت داشت یه مالی که مال خلیفه بود، خراج یه مثلا منطقه‌ای داشت، میومد با رفیقاش میریخ کاروانه رو غارت میکرد که باز خلیفه یادته دیگه، خود استاد سلیمانی امیری این قصهشو تعریف کردن تو برنامه خودمون، میگفتش که یا اومد گفته که ما خواویه بهش میگه بابا بفرست تو چیزا رو پولا رو، من بهت سهم تو بیشتر میکنم ماهانه تو از چیز از بیت المال. بعد اصلا خیلی کارای عجیب غریبی میکرد حسین، اصلا ما علی یعنی بدتر بود تا این داستان عدم رضایت علی. اینش جالبه که اگه رضایت نداشت علی چرا از همین قنایم همین جنگ ها در زمان همون خلیفه ها استفاده میکرد؟ یعنی بهش غنیمت میرسید و غنیمت زیادی هم میرسید، یعنی بیش از اندازه میرسید، بیشتر از بقیه، چون اینا اصحاب بدر بودن بهشون غنیمت اضافه میدادن، بهش میداد حتی یک دونه شو نداریم که چیز کنه علی قبول نکنه، حتی یه دونه نداریم که بگه آقا این از این جنگ که براش می آوردن چیزا رو قرائمو، یه مورد نداریم که علی بگه آقا من این جنگ چون شرعی نبوده من قبول ندارم. جدا از اون که اصلا این کنیزایی رو که قبول میکردن، اصلا این همون چیزی که مولوی گرگین توی ایران گفت برای اهل سنت، یه بحث شرعیه دیگه توی دین، که میگه آقا کنیز وقتی حلاله از لحاظ اونا، کنیز نیاز به عقد نداره که چی باشه؟ که یه حاکم شرعی به این، یعنی حکم شرع باشه حمله کردن به یه خلیفه صالح، اگر حمله کنه به یک جایی به کفار یا به کسای دیگه، زناشون حلال میشن بر مسلمین. و اینا رو بین بچه های علی و خود اینها تقسیم میکرده و میگرفته امام، چه امام علی چه امام های دیگه از خلفا. اگر اینها این خلیفه رو قاصب بدونن، اصلا از لحاظ شرعی خودشون تمام بچه هاشون حرومزاده میشن. چرا؟ چون به خاطر که رابطهشون با زنشون دیگه حلال نیست، یعنی اون عقد رو نخوندن. اینا معتقدن هر کی یا عقد باید بخونه که بچه حلال زاده بشه یا کنیز جنگ اسلامی بشه، ولی اگر کسی قاصب خلافت باشه و خلیفه بر حق نباشه دیگه جنگش جنگ ظلم میشه. حالا همه جنگ‌ها اینا ظلم از نظر ما، به خاطر اینکه همه 12 امام، یعنی 12 نه 10 تا امام، برای اینکه حرومزاده حساب نشن، خب باید این جنگ‌های معاویه، نه بگیم خلفا سه تا خلیفه قبل از علی رو باید بگیم شرعی بوده، مگر اگه شرعی نبوده امام‌های شیعه حرومزاده میشن، درسته؟
دقیقا به خاطر اینکه از کنیزی هن که از جنگی که عمر با ایرانیان میکنه اصلا اختصاصا از اونجا از کنیزی هن که از جنگی که عمر کرده میاد. خیلی جالب شد. البته حالا چون اینو بیان کردیم اینم بگم شیعه ها یک چیزی دارن، یه جوابی دارن ها. بعضی هاشون میگن که ما روایت داریم که برای که این مشکل حل بشه امام ها چون خیلی مهربون بودن میترسیدن این کنیزا مثلا زیر دست عمر و اینا باشن میخواستن لطف کنن بهشون، اینا رو قبول میکردن بعد آزادشون میکردن، یعنی حکم آدم آزاد داشتن بعد عقدشون میکردن که دیگه حلال زاده بشن بچه‌هاشون. اوکی بریم جلو بریم جلو. اینا همینجوری میگه از خودشون در میارن یا سندی دارن؟ کتاب سند دارن ولی تو کتابای اصلیشون نیست، اون 6 تا کتاب اصلی شیعیان، ولی هست توی مثلا عیون اخبار و رضا اومده.